سلام من مجتبا شمی هستم و اینجا فوتبال 360 در نیمه های دی در آستانه جام ملت های آسیا 18 همین دوره جام ملت های آسیا قرار برگزار بشه به خاطر همین گروه فوتبال 360 تصمیم گرفت که چند تا مصاحبه یک سری مصاحبه با دوستانی که پیش های فوتبال که سابقه شرکت در جام ملت های آسیا ها و افتخار آفرینی در این تورنمنت رو دارن داشته باشیم امروز و اینجا من افتخار دارم که صحبت کنم با یکی از با شخصیت تنی که در زندگیم دیدم و امروز به عنوان پیشکسوت میشناسیمش و اصلا هم بهش نمیاد که در حدود هفتاد سال سن داشته باشه آقای حمید علی دوستی عزیز سلام عزیز جان سلام خدمت شما تشکر میکنم از شما بعد دیگه من حدود هفت سال میشه و هفت سال، <تصفح> 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 کرد. بعد و بعد دیگه همین در خدمتون هستم قربونت برم مرسی آقای علی دوستی که همه میدونن فوتبالیست باشگاه هما و تیم ملی ایران بود سالهای سال که البته خورد به سالهایی که یه خورد سالهای خاکستریه فوتبال ایران بود یه خود فوتبال بازی کردن سخت بود لیگ نبود لژیونر شدن حالا میگه داستانشو در 1980 توی کویت توی جام ملت‌های آسیا شرکت داشتن و 1984 اون تیم معروف و دوست داشتنی که حالا دربارش حرف میزنیم اولش هم من, میخوام از بیرون فوتبال وارد بشم که جفتمونم خیلی دوست داریم تا اینکه حالا بریم برسیم به فوتبال و جام ملت‌ها این فیلم سمفونی رو. من دیدم دو بارم دیدم بعد اومدیم اینجا توی پادکستمون من بارها و بارها هی hey, معرفی کردم هی hey, به هر بهونه‌ای در حرف زدم به مخاطبا گفتم برید این فیلمو ببینید برید با یه وجه دیگه از فوتبال و فوتبالیست آشنا بشید انقدر گفتم که بچه های خودمون به شوخی میگفتن تو اسپانسرش قرارداد داری تبلیغ میکنی اینا میخوام بگم که این فیلمو خیلی دوست داشتم و حالا در حضور تو میخواستم اینو بگم که به نظرم کارگردان خیلی خوب اه اه خوش و درایت به خرج داده و چون شما یه شخصیت چند وجهی هستی صرفا فوتبالیست نیستی علاقت به موسیقی سینما ادبیات و همه اینا رو آورده تو کار و فیلم و فیلم تکیه کرده به کاراکتر تو و خوب تکیه کرده و خوب ایستاده گفتم اینو بگم هم برای هزار این بار تبلیغ کرده باشم اگر کسی هنوز نگیده بره ببینه هم ببینم کامنت خودت درباره فیلمه چیه و اینکه اولا بهت نمیومد بذاری مستند زندگی تو بسازن دوباره من میخوام ببینم همون چیزیه که خودت هم توقع داشتی یا بعد که نگاش کردی گفتی میتونست بهتر از این باشه یا چی؟ من چون آقای صادقی مستند برای فرشاد پیوس ساخته بود مستند پورت و تماسی با من گرفتن و گفتن که من میخوام مستند شما رو بسازم و خب من یه در مقاومت کردم راجع به یه همچین چیزی بعد دیگه حالا بعد از چند جلسه ای که با هم هم تلفنی هم حضوری داشتیم دیگه مجاب شدم که این, فیلم ساخته بشه به خاطر اینکه ایده ها گفتم گفتم من آدم قهرمانه نیستم و اینه که نمیخوام که یک مفتنل راجب قهرمان پروری و این چیزا بشه من خیلی تلاش کردم من تا چهل سالگی من بازی کردم و دلم میخواد که اون آگراندیسمان تلاش هم بیا توی جلوی دوربین و اون برا مهمه ایشون هم قبول کرد و خودش هم مثلا اینو گفت که اگر که شما راضی نبودی آخره که این فیلم ساخته شد ما پخش نمیکنیم که من دیدم خب فیلم خیلی خوب در اومد خیلی هوشمندانه کارگردان کار کرده بود و اینه که اصلا من فکر نمیکردم یه انسانی وجود داشته باشه که اینقدر سورس و منبع و اینقدر آرشیو از اون موقع که واقعا پخش تلویزیونی نبود و اینا داشته باشه و به این صورت فیلم گیدت خورده رفتیم جلو از محصول نهایی راضی بودی؟ بله بله خوب بودش من. من. <applause> توی همون فیلم این چیزایی که ما میخوایم بگیم درباره جامعه ملت ها بعضی ها تو اونجا هست یه تصویرای آرشیوی که به قول خودت نمیدونستی حتی اون از کجا پیدا کرده بود اینها توی اون ماجرا هست و اینکه فوتبالیست خاصی بودی از این لحاظ که پایبند بودی به باشگاه خودت به هما و سالهای سال اونجا بازی کردی هما اساسا باشگاه خاصی بود یه گعده ای بودن که آدم های خاصی بودن و به ندرت باشگاهشون رو ترک میکردن و موندی اونجا و این باعث شد که شاید کمتر دیده بشی تو فوتبال ایران ها بله ببینین حالا من که این کار رو انجام دادم ولی شما تو اون دوره من فکر کمتر فوتبالیست‌ها اینجوری بودن که وفادار بودن به, به تیم‌هاشون به خاطر اینکه خب به اون صورت فوتبال حرفه ای نشده بود آماتور بود و بازیکن خیلی میل داشتن که تیمای خوشون بمونن و اینا حالا بعدها این اتفاق افتاد که تنسفر بشن و تیماشون رو عوض بکنن و به این صورت بودش که من فهمی کنم که خیلی از کسایی بودن که در صورت پایبند این قضیه بودن آره هرچی اومد جلو در واقع اونوری شد البته اون موقع پول نبود ولی خب به خاطر شهرتش و به خاطر اینکه به تیم ملی میرسیدن میرفتن اغلب مثلا یک نسل بعد از شما سید مهدی بود که اینجور خاص بود که تو تیم وحدت بود سالها و ما توی تیم ملی میدیدیمش و سیروس قایقران از سیروس قایقران یه بار قرار بوده بیاد پرسپولیس مثل اینکه یه داستانی داشتن و بعدا نیومده آره اونم ملوانی بود توی تیم ملی سال 77 هفت اگر اشتباه نکنم 1977 که حشمت مهاجرانی تصمیم میگیره بازی آخر امیدها رو بازی بده اولین بازی ملی شما میشه درسته؟ میتونم بگم می دومیش به خاطر اینکه اولیش ما توی فهم کنم توی شیراز بود مقابل عربستان بازی کردیم اه. بعد که اون حشمت خان بازی رو گشت اونجا بردیم عربستان رو بعد دومیش بودش که توی کویت بودش که دو یک بردیم که مربیشون هم زاگاله بودش که که ایران سعود کرده بود به جام جهانی 78 آرژانتین اون موقع هشمت خان هشمت خان خیلی دید. انسان واقعا جالبی بودش به خاطر اینکه هشمت خان سالیان سال مربی ما توی جوانان بود سالیان سال تیمای جوانان و قهرمان آسیا کرده و دیگه آخرین دورش ما بودیم که قهرمان آسیا شدیم و وقتی که منصوب شدن به تیم بزرگسال خیلی از ماها رو اووردم کنار تیم تو اردوهای مشترک مشترک بودیم با تیم بزرگا و خیلی فکت جالبی بودش که ما کنار اون بازیکنهای بزرگ تمرین کردیم اردو بودیم که حتی دو تا بازی هم که همونجوری که خدمت رو کردم هم با عربستان هم با کویت رو بوداشتن ما بازی کردیم من خیلی میگم که یک نسلی بودش که خشمت خیلی تاثیر داشت روش اون دو تا بازی خیلی معروف شده و مونده بعد ها هم هر وقت که ما جلوی عربستان و کویت و عربا به مشکل میخوریم همه میگن ببینید ما کجا بودیم که امیدامون رو میفرستادیم اینا رو بزنن الان بزرگامون هم نمیتونن ببرن از اون دو بازی همینجور یاد میشه و اولین بازی ملی شما بوده بعد شما میاید توی ملی میره جام جهانی 78 برمیگرده جام ملت‌های آسیای 80 میشه اولین تورنمنت شما حمید خان شما الگویی داشتی در بچگی مثلا ما بچگی تو کوچه بودیم شوت میزدیم خودمون گزارش میکردیم میگفتیم مثلا ناصر محمدخانی مثلا خودمون ناصر محمدخانی میدیدیم شما الگویی داشتی نه ببینیم من دیگه به اون با کوچت با تو, تو پلاستیک دیگه بازی میکردیم الگو این بالاخره شما وقتی که تیم ملی بازی میکرد توی تلویزیون همه رو دوست داشتیم مثلا خود اون, اون, نگاه میکردی بعد خب من این داشتم که در صورت ما همسایه پرویز خانه بودیم همسایه آه. دیوار به دیوار یعنی خانوادگی اصلا رفتم کجا توی 17 شهریور جنوبی بعد اونجا نه میدون خراسان <applause> بعد خب ما خیلی بچه بودم ولی خب ایشون کاپیتان تیم ملی و خیلی آدمی تمرین میکرد خیلی سفت و سخت حتی من میدونم با مدیسنبال تو خونه تمرین میکرد صداش مثلا میومد این طرف ما همسایه با هم بودیم و اینا بعد آره خیلی جالب بود که میگفتم یه آدم که اینقدر تلاش میکنه و خیلی کوشش میکنه و اینا خیلی جالب بودش که خب ما اولین دوره جام تخت جمشید که من شرکت کردم و بازی میکردم که جرال طالبی انتخاب کرده بود خیلی جالب بود که کاپیتان تیمم شد پرویز قلیچخانی یعنی اون کسی که همسایه ما بود و من میدیدم که چجوری تلاش میکنه برای یک فوتبالیست بودن اینه که با هم هم همبازی شدیم تو تیم دارایی یعنی جام تخت جمشید رسیدیم به جام ملت های آسیا 1980 که میشه سال 59 ما این اولین تورنمنت بعد از انقلاب بمونه دیگه درسته؟ بله دیگه این اولین بله بله بعدش هم که اولین تورنمنتیه که ما پشتش که نگاه میکردیم قهرمانی ایران بوده یعنی سه تا قهرمانی اه بودن اه بودن یعنی بودن. شما وقتی که تو اردو هستی تمرین میکنی و داری خودتو آماده میکنی برای جاملت ها داری میری که از قهرمانی های قبل ایران دفاع بکنی خیلی کنی. خیلی بار سنگین بودن. رو شما نه بار سنگین هست و خیلی خیلی اعتماد نفس عجیبی آه. هستش رو یادم خیلی, خیلی جالبه و این بودش که حتی وقتی که ما تو اون جام مقام سوم به دست آوردیم بچه‌ها حسرت و ناراحت و گریه می‌کردن که چرا سوم شدن یعنی شما با اعتماد به نفس و خیلی امیدوار به قهرمانی رفتید ها هیچ رقیبی رو فکر نمی‌کردید این خیلی قدره مثل امسال که مثلا داریم داری می میریم میگیم ژاپن رو نمیشه زد کویتی که زاگالو رو بله بله آورده بود شما میگم که ما تیم امید من به عنوان تیم امید که بازی کردم دو تا تیم رو بردیم اصلا راحت یکی عربستان بود تو ت... توی شیراز یکی کویت توی کویت توی زمین خودش میگم مربیش هم زاگالو بود که مم. ما تیم امیدمون، اون اونا رو برد دیگه یعنی آره. یک همچین اعتماد به نفسی اصلا بود دیگه تو همین همونا حالا دو سه سال دیگه تمرین کرده بودن اومده بودن جلو تا برسن به 80 میزبانی هم گرفته بودن و همه کارا رو کرده بودن برای اینکه قهرمان بشن آه. تا حالا هم که قهرمان نشدن تا حالا اصلا عددی نبودن تقریبا آره ولی خب, خب مثلا اون بالاخره یک چیز اتفاقایی افتاد که به نفع کویت شدش دیگه به خاطر اینکه ما از لحاظ روحی روانی وقتی که اون حادثه جنگ پیش اومد که حالا تلویزیون اونام که خیلی بد تبلیغ میکرد و اینا که ما نایده بودیم بعد اینا چیز کردن خب این دلیل شدش که خب ما از لحاظ روحی روانی خیلی بچهای تیم خیلی واقعاً افت کردن اصلا نمیتونستن به فوتبال فکر کنن اینکه من یادمه که شب تا صبح که بعد بخوابیدن خوابشون نمیبرد اصلا اینجوری بعد اینجوری ما رفتیم با کویت بازی کردیم قبل از اون بازی به شما خبر رسید از من تاریخ رو نگاه میکردم شما آخرین بازی مقدماتیتون تو مقدماتی هم شما دو تا گل زدین دیگه اصلا اولین گل ایران رو تو مسابقات شما زدین 84 اولین گل شما زدین درسته بله بله تو هر دو دوره‌ای که رفتین اولین گل شما زدین مقدماتی رو اومدن آخرین بازی مقدماتی ما هم دوم مهر بوده یعنی سه روز بعد از حمله عراق ولی هیچ خبری هنوز نرسیده به بوده. اون صورت چیز نبود ولی سر بازی با کووید خیلی بوده. چیز شده بود به خاطر اینکه مثلا سر بازی با کویت دیگه ما مثلا خب خیلی جدی شد به خاطر اینکه برادر آقای حسن روشن که تو تیم بازی میکرد شهید شدن یعنی دیگه اونجا که رسید خیلی باستاب داشت بسید ما خیلی از لحاظ روحی خیلی در صورت تیم افت کرد و اونجا که بودین اونم متوجه شدین همونجا بله دیگه اونجا چیز شدن اینا که خب خیلی دید آره خیلی, خیلی بله بله. برای بله. یه تیم و اگر با... ایران قهرمان میشد اونجا آها. به راحتی قهرمان میشد یه ما تیم امید اون کویت تو برده و دیالا این تیم که خیلی قوی بودش حتما میتونستون رو شکست بده آره و تو و ما باز با همگروهمون رفتیم بازی سه چهارمی رو می آره بله. شما بله, بله و اونجا هم بردیم و سوم شدیم. شدیم بعد اومدیم رسیدیم به 84 84 خیلی داستان داره که من بر خودم سواله اگر گفتیدم بعد دوباره بگید چون من نشدم خیلی هم مثل من از دست داده باشن سرمربی آقای یاوریه شما میرید اندونزی بازی مقدماتی رو میکنید خیلی خوب هم میبرید ناصر اونجا در اوجه و چهار تا چهار تا گل میزنه میرید دور نهایی دیگه آقای یاوری نیست بعد میگن که سر یه بازیکن بحث داشتن همباشگاهی شما آقای سنجری گفتن که این بازیکن رو باید خط بزنی آقای یاوری قبول نمیکنه و میره کنار همچین چیزی بود واقعا من نمیدونم اینا رو هر کنوم چیزه من مقام میدونم که در یک دوره‌ای که ما با آقای یاوری مقدماتی ملت ها رو انجام دادیم و بازیا توی جاکارت های اندونزی بود ما تمام تیم رو بردیم همه رو بردیم همه رو, هم رو بردیم یعنی مساوی هم نکردیم و این که با, با گراوراج می بردیم و من و ناصر محمد خانی واقعا مثلا اون اگه هشت مدود داریم من شرفت داده بودم یعنی یه دوتا از بله بله. به این صورت بودش و ما حتی سوریه سوریه رو خیلی جالب بود اونجا که می که تیم تیمی که اول میشه با تیمی که دوم میشه یه بار دیگه بعد بازی کنن خیلی جالب بود یه یک ایده این دوباره دوباره ما با سوریه که سه یک بردش بازی کردیم که یک هیچ بردیمشون که اونم شده زدم بعد این اینی که از اونجا اومدیم حالا بر سر اتفاقاتی که افتاد که آقای ابراهیمی مربی تیم ملی شدن اونجا من فکر می‌کنم که در, در یک دوره خیلی آمادگی خوبی داشتیم هم من هم ناصر محمدخانی هم خیلی خوب بودید تیم خوبی بودش و خب وقتی که وارد اون بازیام شدیم من فکر می‌کنم که تیم امارات دقیقا یادمه که خیلی تبلیغات گسترده‌ای کرده بودش که خیلی زیاد تبلیغ کرده بود حتی ما توی هتل که نشسته اینا گفتن که ما تو این هتل برای ما اینقدر سبا ما میخوایم یه هتل دیگه بریم مثلا ترک کردن رفتن یه هتل دیگه تیم امارات که بازی اولشون هم با ما بود و خب ما اونا رو تا زدیم بهشون که گل اولا من زدم و وقتی که شما شروع بازی ها رو اینجوری شروع بازی میکنی بعد مثلا خب گل گل زده میشه این خیلی شما راحت اون اعتماد به نفس پیدا میکنی که وارد یک تورنمنتی شدی که حالا گل هم زده شده گلش هم شما زدی و خیلی دورانش یعنی فکر میکنی که این جام دیگه واقعا یک شکوفاییه که ایران میتونه که دوباره قهرمانشون و من خودم فکر کردم خیلی میتونم کمک بکنم به تیم که بازی دوم که با چین بودش من مصدوم شدم که میخوام بهتون بگم من تا حالا من تا چهل سالگیم که کاپیتان تیم سایپا بودم و قهرمان لیگ شدیم اصلا مصدومیت نشتم وقتی تو بوندس لیگ رفت هم رفتم بازی کردم مصدومیت نشتم تنها مصدومیتی که من پیدا کردم همون بازی سر بازی با چین جام بودش که من اوج آمادگی هم بعد دیگه اونجا رو افت دادم و دیگه یه قضیه و یه قصه دیگه از فوتبال شروع شدش برای آره اون تورنامنتیه که واقعا دیگه من شنیده هم نیست دیدم دیگه همزمان و اولین تورنامنتیه که مثلا من دیدم باهاش اومدم جلو و خیلی هم شما آمده بودین هم تیمه و هم هنوز هم که هنوزه فوتبالی ها حرف میزنن میگن اون تیمه 4 3, -3 بازی میکرد ستای جلوش علی دوستی ناصر محمد خانی چنگیز بودن و دوتای تا عقب هم که مثلا خود شارخ بیانی بوده همین درخشان گفتم بهتون بعد دوتا دفاعی کنار نام داشتیم آقای حاجیلو و شاهین بیانی که اینا هم در حمله بودن, بودن. اصلا یه تیم یک ریتم سرعت تیمی جلوی رو به جلوی داشت بهتون گفتم بعد یک اعتماد به نفس عجیب غریبی یعنی ما واقعا با خب بعد الان یک تصویرای ذهنی انجام میگیره که مثلا چیز بود و اینا ولی ما واقعا با اعتماد به نفس و با یک خود باوری وارد مسابقات میشیم که از این تیم‌ها بالاتریم و این خیلی مهم بود اینم شاید اون هدیه ای بوده که گذشته ها به ما دادن دیگه که این اعتماد هست ما داشتیم که تو آسیا میتونیم قهرمان بشیم اون تیم من فکر کنم که لایق بودش که قهرمان بشه یعنی فوتبال یک ورزشی که امید اون تمه پرسه میزنه و خیلی و همین جذابیتش همینه که یه تیم ضعیف هم میتونه یه هم چیزی معمولا البته این برای سکش به ما میخوره دیگه یه موقعی شما در کمال شگفتی تیمی که شایسته از قهرمان نمیشه یه موقعی برعکس یه تیمی قهرمان میشه معمولا اونی که ما شایستگی داریم ولی نمیشیم بیشتر به ما خورده شگفتی سازی اینجوری مثلا یه دونه مثل ایران استرالیاس که واقعا برترن ولی ما نتیجه میگیریم و یه شور جمعی را میفته از این نقطه ها مثلا کم داریم اونجا توی سنگاپور دو سه تا مسئله از هنوزم که آدم ها در حرف میزنن یکی مسلومیت شماست که بدشانسی تیمه که حسرتشونه یکی این که میگن تیم بازی با سنگاپور و هند و شل گرفت چون که فکر کرد دوم گروه بشه بهتره براش در حالی که اینجوری نبود ببینین من اصلا ف... خب من قاطع بچه ها بودم دیگه اصلا کسی فکر این چیزا نمی‌کرد ببینین شما فکر می‌کردین همه رو می‌بریم ما اصلا برای برد همش می‌نام هم بزنیم اصلا فکر این نمی‌کردیم که حالا دوم دو گروه بشیم اول گوشه شما گفتیم اون هم میبریم هم می‌بریم بود ببین یک حس اعتماد به نفس اصلا یه همچین چیزی که اصلا دوم بشیم چی؟ آره دوم شدیم چون خوردیم به عربستان بعد می‌شدیم به دو فوتبال ما مساوی کردیم با اونا و فوتبالی مثل که دوم گروه هم شدیم اونجا دیگه بله. ما چین رو هیچ بردیم ولی چین اول شد ما دوم شدیم، و چین رفت فینال به این صورت هستش که نه من که پس این یک... میگه نبود نه 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 و نکته آخری بازی با عربستان و اون تعویض معروفی که ناصر خانه رو میارن بیرون هولوش دقیقه هفتاد که مثلا ما یکی جلویم بازی که ما شارخ به اونا گل میزنه و شاهین به خودمون هولوش دقیقه افتاد ناصر میاد بیرون و رضا هدی میره تو و میگن اونا دفاعشون آزاد شدن سه نفرشون عقب مونده بودن از ناصر میترسیدن ببینید این صحبت ها و این رو من اصلا دوست ندارم به خاطر که هیچ موقع دوست ندارم مثلا مربی صحبت بشه یا همچین چیزی من فهمی می کنم که همون اتفاقاتی که من دارم به شما میگم ببینید شما اصلا اینقدر عجیب بود که مثلا اون سانسی که شد و شاهین داشت تو بین داشت توپو میزد تو اوت بدن توی اوت حالا مثلا توی برده. ما اصلا بازی تدارکاتی آنچنانی مثلا نداشتیم که مثلا تو شرایط سختیمون چیز بکنیم و خب خیلی از دلایل دیگه و اینکه که اتفاقای فوتبال همیشه هست ولی در همیشه اون حسرت باقی میمونه که این... که چرا این اتفاق نیفتی حالا من وقتی که داشتم اومدم پیش شما داشتم فکر میکردم که هر چهار سالی هر چهار سالی اتفاق جای اتفاق میفته که من باید بیام صحبت بکنم هر چهار سالی که یک جای ملت جدید شروع میشه هر چهار سال من پیش کسوتتر میشم یعنی من داشتم فکر میکردم که دقیقا دقیقا هشتاد و تا بیس میشه چهل سال یعنی بعد تو این چهل سال خیلی جنس فوتبال واقعا تغییر میکنه خیلی مثل خیلی چیزهای دیگه خب خیلی دلم میخواد که بعد از چهل سال بیام به شما از قهرمانی ها بگم ولی از حسرتاش میگم و این فوتبال این زیباییشه این من فهم میکنم که خیلی از شکست ها و اینا خودش ای یک عاملایی هست برای یک در صورت ای یک جدای جدید تر و اصلا تراژدی به نظر من ماندگارتره تو ذهن میمونه شاید اگه قهرمان شده بودید اینقدر انگیزه نداشتیم در حرف بزنیم تراژدی یه چیزیه که آدم دائما میبینی تو ذهن آدم دقیقاً. با آدم ور و ماندگارتره همیشه حتی این, همه نکته در گفتم اینو از قلم انداختم که میگن به روز سلطانی رو واسه چی کشیدی بیرون موقع ضربات پنالتی اون, اون حافظه تاهونی که اومد مگه چی کار کرد هنوز که هنوز مردم دارن میگن که استاد دروازه‌بانش رو سر پنالتی‌ها تغییر داد شاید مثلا فکر میکردن که شاید مثلا اون پنالتی تیر باشه نمیدونم دیگه بسید فکر فکریه که در صورت مربی انجام میده و قابل احترام واقعا اصلا نباید راجبش چیزی صحبت کرد یک تیم وقتی که میره یه جا موفق میشه همشون با هم دخیلن و وقتی هم که نمیشه با هم دخیلن و بعد از 84 تقریبا دوران بازی های ملی شما تموم میشه میگم تقریبا چون که یکی دو تا بازی جام ده فجر بود قنا بود فکر میکنم که شما بازی کردین ولی خب عجیبه تو اون سن یکی قانون 27 ساله هاست که هنوز همه در تعجب بعد از انقلاب میاد و بازیکن های بزرگی را دور میکنه از تیم ملی مثل حتی ناصر اجازی و شما و یکی دیگه قانون عجیب ترین که شما میرید آلمان در بوندس لیگای دو بازی میکنید و چون رفتید اونجا تیم ملی دعوت نمیشید واقعا همینجوری بود بله آره دیگه این دو تا چیز بودش که دیگه همون یکی از چیزاش هم این بودش که لژیونه رو موقع مثلا میمدی بعد شیش ماه محروم بودی تا مثلا آها حتی برمیگشتی هم تا شیش ماه باید بازی نمیکردی شیش ماه محروم بودی که بازی نمیکردی خیلی میکن زیبا بازی بوده, بوده خیلی الان برعکس دیگه الان لژیونر رو سرشون میذارن لژیونر که چی میرن بازیکن دورگه و بازیکنی که اونجا بوده رو با ذربین پیدا میکنن میارن نکه بگم چیز بدیه دارم درباره تناقضش با اون نه. دوران صحبت میکنم که شما رو از تیم ملی دور کرد و بعدم رفت فقط توی تورنمنت ده فرج یادم اونجا آقای فریدون اسکرزاده مربی بودن و شما بازی کرد و بازی قنا که آخرین بازی ملی تونه هم گل زدی بله بله حتی بله که بله دو هیچ ما قنا رو بردیم بله بله و تیممون رفت با امید لهستان فکر کنم اومده بود بله با پنالتی چیز شدیم با پنالتی باختیم بله بله هم باشگاهیتون آقای سجادی هم اون تیم بود دیگه بله آره، یه احمد یادم رفته دیگه بله اونم گلر بودش اشتباه آره احمد, احمد آره. سجادی هم از اون همایایی بود که زیاد میدیدیمش و بعد ها مجید سالو رو زیاد دیدیم بعدم که دیگه بازی های شما رو دیگه من تو استادیوم میدیدم و سیویل داشتید و در سایپا و کشاورز و اینها بازی کردید بله آره، دیگه وقتی که دیگه از آلمان برگشتم به خاطر تا تعهد بود که با هم... وقتی یک دوره یک جریانی پیش اومد تو فوتبال ایران که بعد تیما فکر کنم دوباره باید انتخاب می شدم برای یه ردهای بالاتر و نمیدونم چیزای این شکلی که من کنم تیم هما دست سه بود اون موقع باید مثلا بازی میکردم بیان توی گروه چیز که من که از بوندسلیگا می دفتم دست سه هما, دست سه. هما بازی سه. کردم ما هم داستانی بود که هما ایزد مهرآباد آره آره شد رفت یعنی بعدش بردیم بازی رو اومدیم دست یک بعد دیگه خب هما بودم بعدش هم که هما با این صورت دیگه نبودش به اون صورت که تیت باشه بعد رفتم یه خیلی کم رفتم مثلا فهم کنم کشاور بودم مثلا که یه هفتش ماهی بودم و بعدش هم سایپا بعد سایپا کشاورز با سیروس قایقران با هم <بودشتنم> بله, بله, بله 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 بعد دیگه توی سایپا هم که واقعا رفتم این بودش که من میدونم که یک سال یک سال و نیم بدون یعنی بدون تیم یعنی بازی نمی کردم جایی ولی خودم تمرین داشتم و من هر روز دو تمرین میکردم که بعدا که آقای دادرس اومد با هم صحبت کرد و رفتیم قرارداد بستم باهاشون خب خیلی دیدند دیگه آقای دروفقا ناصر مربی بودم خیلی آمادگی خوبی داشته که و کاپیتان تیم بودم و همه بازی رو بازی میکردم و اینکه دو سال که تو سایپا بودم اون موقع به من کاپیتان یک سالش که هم قهرمان لیگ شدیم هم جام حذفی رو بردیم دو بره. تا بله. جام بردیم سال بعدش هم حتی شدیم. قهرمان لیگ شدیم 72 آره. و 73 دارید بله. دارید، بله. بله. فینال بله. بله. اون موقع دیگه فکر می‌کنم که تقریبا در شرف چهل سالگی نزدیک چهل سالگی بودش اون جریان اینا و آره خیلی اون یک سال یک سال و واقعا تنهایی روزی دو تمرین, تمرین می‌کردی که وقتی برگشتین رو فرم دارم. بودی من اون تصاویری که توی سمفونی همین داری من... داری آره داری ولی باقید. همین رو گفتم که دوستشم که این رو من خیلی تنهایی تمرین کردم خیلی زیاد خیلی زیاد ببینید یه چیزی که فوتبال به من یاد داد فوتبال به من یاد دادش که چجوری بعد از هر شکستی بعد تو پشتی تا انجام بدی یک دو اینه که من یک آگاهی به بدن پیدا کردم و, و این با مرارتو و خیلی با رو تنهایی تمرین میکردم اول اینکه که من راسپا بودم بعد انقدر تمرین کردم با چپ که چپ باشه هم دو پا شده دو پا و اینا ولی من خیلی تمرین کردم که دو پا شد پا. بعد در صورت وقتی که تکنیک داشتم سرعت مثلا بود و دیریب کار دریبلینگ و اینا رو انجام میدادم قدرت سرزنی نشتم همچنین سرسید میگفتم من خیلی تمرین کردم برای سر زدن خیلی زیاد و اینه که برای کامل شدن به یک چیزی واقعا اینکه که میگم آگاهی به بدن پیدا کردم اینه که میشه در میشه با تمرین و با چیز میشه رسید بهش اینه که آگاهی از بدن انسان یک چیز عجیب غریبیه که یعنی خالق یه جوری این بدن درست کرده که شما میتونید به راحتی تو هر عرصه ای که چیز بخواید ازش مثلا تو تواناییاتو تغییر بدی بله شما مثلا میتونی سطح تواناییات تغییر بدی و بله. خیلی چیز برای آدمایی که گاهی میشینن میگن که من نقاط قوتم ایناست نقاط ضعفم هم ایناست همین یعنی اینو پذیرفتن دفعه میکنن تا ابد این نقطه ضعف وجود داشته باشه و تو حالا حرکتی رو انتخاب کنی که متناسب با این نقطه ضعف باشه نه میشه تغییرش داد و میشه یه کاری کرد آره منم هم همیشه الان خیلی جالبه وقتی هم که مربی شدم مربی خب مثلا تیم‌های پایه شدم تیم های پای تیم, جو... تیم ملی جوانان مربی بودم یا تیم ملی نوجوانان بودم حالا استعدادیابی می‌شد این بازیکن‌ها هم. همیشه براشون مثال می‌زدم حالا خودم که مثلا یه همچین چون همچین چیزی رو تجربه زیسته بود که خودم کرده بودم یا قبلا مطالعاتی بود ولی تجربه زیسته که خودم انجام داده بودم خیلی دلم می‌خواست که به اینا انتقال پیدا کنه که مثلا یه بازی کنی چرا باید درس نخونه میخواد فوتبالیست بشه خب بعد این اصلا مقایرتی نداره که من هم درس هم خوندم دانشگاه هم, هم رفتم اصلا شاگرد خوبی هم بودم تو مدرسه <applause> و اینکه تو مدارج فوتبال هم به, هر مد... به, همه مدارجی که شما فکر کنید من رسیدم نمیدونم قهرمان جوانان شدم کاپیتان تیم امید بودم تو بزرگسال بازی کردم شاید جز اولین لژیونرایی بودم که رفتم تو آلمان بله. بازی کردم بعد اینه که این سطح توانایی، یک چیزیه که آدم با مدیریت و چیت میتونه که به همش برسه این همینه که میگم یک آگاهی از بدن پیدا میکنه یعنی تو شما میتونی که یک گسترش و یک گستره یک جغرافیایی از دانایی پیدا بکنی که توش بتونی که تردداد بکنی و این واقعا فوتبال به من اینو واقعا یاد داد و من توی سمفونی حمید اینو میخواستم به شما خیلی کنم که به راحتی مثلا شاید مثلا بیان بگم که همه دو پا بود من مدشید چپ شما رو میگم من پنج ماه شیش ماه نداشتم تو تمرین توپ به پای راستم بخور حتی توی خونه با جوراب رو پای میذارم و پای چپم یعنی مثلا یه جوری تمرین میکنم یعنی همش تمرکز داشتم توی اون چیزی که میخواست اتفاق بیفته بعد خوندم که مثلا تجسم خلاق یا مثلا تصویرهای ذهنی تو چیزای روانشناسی چه اتفاق میفته من میگم این تجربه رو من کرده بودم وقتی که خوندم دیدم چقدر جالبه که من خواستم اینو انتقال میدادم به بازیکنه جوانی که تیمای پایه بودم گفتم همه چیز همینه شما بعد ببینید که اون سقف آرزوهاتون کجاست اگه فکر سقف آرزوهاش مثلا خب در یه حدی باشه تا همونجا میتونه بسازه که سقف بالا باشه به چیزای بالاتر فکر میکنه و بهشون یاد دادم که آدما هر چی که فکر میکنن همونن تو <متدار> همونی که میاندیشی بعد همه این آگاهی ها به اضافه یه تلاش فراوان و خستگی ناپذیر واقعا میگم بازم یاد اون صحنه میافتم که توی سمفونی حمید مثل موتیف تکرار میشه توی جاهایی که یک مرد تنها داره توی دشت و دمن میدوه یک مرد تنها داره تو جنگل میدوه یک مرد تنها داره لابلای درخت‌ها و خسته نمیشه و چقدر بجاست که در طول فیلم این شکلی جاگذاری شده حمید خان چه خوبی زدید همتون گرد اینه که تیم امسالو که داره میره جام ملت‌ها چطور می‌بینید و به نظرتون نتیجه‌اش چی ممکنه من نتیجهش رو نه نتیجهش گفتم فوتبال پر از اتفاقات اینجوریه ولی شما وقتی که این نگاه بکنیم که یک تیمی دو دوره جام جهانی کنار هم بازی کرده خب من همه یک آیتما و فاکتور فاکتورا و فکت های مختلف رو میذارم کنار هم شما خودت بگو یه تیمی که دو تا جام جهانی بازی کرده یه تیم رفته جلو پرتغال بازی کرده نمیدونم جلو آرژانتین بازی کرده اومده جلو میدونید چی میگم یعنی تمام این بازی کرده بعد این دو دروی جام جهانی یه جوری بوده که یک از لحاظ نیروی انسانی دارم میگم این یک تیم تیمی هست چه کار تیمی هست از لحاظ نیروی انسانی می‌کنی مثلا شما فکر کنیم که سه تا فوروارد تیم ملی داره تو بهترین تیم‌های اروپا دارن بازی میکنن و یعنی از لحاظ همون اعتماد به نفسی که من شما میگم بعد اینکه این تیم حالا موقع که آقای کیروش بوده هشت سال چیز بوده سالیان سال کنار هم افتکاک با فوتبال توسعه یافته دارن خب وقتی که دو دوره جام جهانی رو کنار هم بازی کردن آقای آزمون آقای تارمی میدونی بعد جلو انگلیس رفتن بازی کردن میدونی اینا همش یا جلو آمریکا رفتن بازی کردن اینا همش یک چیز اینا تو قایت و نهایت رفتن بازی کردن نه که بخوان چیز بکنن بنابراین اون حس اعتماد به نفس اون حس برتری جوی این حس همه چیزش هست تنها چیزی که مهم هستش من فهم کنم تیم مدیریت و ایجاد تاکتیک های مختلف هستش که بتونن از این نیروی انسانی و این ابزار رو اینا استفاده کنن به خاطر اینکه این تیم ما خیلی خب شما اگه مربی باشی خیلی خیلی جالبه که یه تیمی که مثلا دو سه تا فروش سالیان سال دارن 7 8 تا سال دارن بازی میکنن کنار هم همون که دارن تو اروپا هم بازی میکنن و اینه که همه چی فهم میکنم هستش که دلیل هستش که تیم ما بتونه موفق بشه میدونین حتی ما میدونیم که الان تو تیم های آسیایی هم در الان تیم ژاپن تیم سرآمدیه تیم کره جنوبی خود عربستان که رفت آرژانتین رو تو جام جهانی اولین بازی رو بردش که بعدان که آرژانتین قهرمان شد اینا همه پیشرفت کرده فوتبالشون ولی فوتبال ما پیشرفت کرده دیگه الان با این نفراتی که هستن و اینا خوشبختانه بازی هم توی قطر هستش و این که اون نزدیکه دیگه تا از شرط جغرافیایی اینا میگم که خیلی از این بازیکنهای ای ما سالیان سال توی قطر بازی کردن نه که حالا مثلا تو تیمای باشگاهی قطر جامع مثلا همین جام جهانی گذشته مثلا تو باشگاه آسیا که بازی کردن این چیزا داشتن مم. که یک دیگه یعنی میگم همه چی هستش که در مجموع تیم امیدوارید بله بله, بله پیشبینی بله که نمیشه بله کرد بله بله امید رو دارید آه این جو اطراف تیم ملی هم یه مسئله است من نمیدونم شما توی دوران بازیتون همچین چیزی رو تجربه کردین یا نه یه مقطعی به خاطر کیروش برانکو طرفدارای برانکو با تیم ملی بد شده بودن یعنی یه بخشی از فوتبالی‌ها با تیم ملی ایران بد بودن چرا چون اون دعوا بود یکی یه مقطع جام جهانی که داستان‌های خاص خودش داشت و خیلی بودن الان هم اونجوری که بگی 100 درصد مردم پشت تیم ملی هستن نیست این این یه اتفاق تاریخی به نظرم نادره توی, توی هیچ مقطعی فکر نکنم تیم ملی این شرایط رو تجربه کرده باشه نمیدونم شاید با قهرمانی مردم هم آشتی باشه بهتر بشه تو آن هم با یکی از بچه های خود 360 حرف میزدیم گفت آره این هست ولی مطمئن باش اگه قهرمان بشیم همه تو خیابونن اگر که قهرمان بشیم همه ی این دسته های مختلفی که میگی توی خیابونن و در پایانم توصیه ای دارید به ما بکنید که حالمون خوب بشه چون خیلی حالشون بده من خبر دارم من خبر دارم الان خیلی حالشون بده برای خودمون چیکار میتونیم بکنیم من فکر میکنم هر کسی یک علاقمندی باید یک علاق داشته باشه دیگه میرینی و به اونا بپردازه و من نه یک الگو مانیفستی من نمیتونم بگم عمومی که مثلا یک کسی بره مثلا حالا این از این, این الگو است من این نسخه بپیچم این نسخه زیاد چیز نیست ولی من فکر میکنم که هر کسی دنبال علاقهش دنبال اینه که یه آدم پر از توانایی های عجیب درونش فقط باید کشفش کنه خب؟ و وقتی به اون درجه برسه میتونه که نمیدونم اگه نقاش بره مونالیزاشو شو بکشه اگه مجسمه سازه بتونه مثل میکلانج بره چیز کنه اگه فوتبالیست بره تو رده مسی وقتی من مسی با توپ شاعره اصلا، میدونی خیلی به ادبیات چیزی نمیگم. البته اونا به رونالدینیو میگن شاید فوتبال. بعد نه حالا من چی میگم یک تو حتی تو چه هست که نمیتونم چیزی بگم بعد ببینم که چی علاقه داره چی نیست ولی من فکر میکنم که یه سری از حالا من دوستا اینا که مثلا باهاشون صحبت میکردم هی گفتن ما در نمیشه و نمیتونیم و از این چیزا من میگم بالاخره انسان الان هایی داره. داره که بعد اونو میتونه از قوه به فعل در بیاره توانای ما خیلی زیاده خیلی و میتونه که اون از قوه به فعل در بیاره اگر که یک آدمی داشته باشه که بتونه بخواد و اون اراده چیز داشته باشه که انجام بده بله خیلی ممنون همیز خواهد شما برم مرسی که همین سآلهای ما رو جواب دادین و صحبت دیگه اگه مونده که من نپرسیدم مرسی من منتظرم که این قهوه‌ای که من قول دادم اینو صد در درصد بریم برای بخش خوب ماجرا و قهوه رو بخوریم از شما ممنونم که دنبال کردید گفتگوی منو با حمید علی دوستی عزیز موفق باشید